اداره کردن فایل یا توی منیجینگ فایل هستیم. ما توی این کلاس هستیم که یه دونه مین متد داریم، یه پوشه‌ای داریم به نام فایلز، داخلش یه تکسی داریم به نام لورم ایپسوم. خب که من اینو اگر ران بکنم اسم فایل رو به من نشون میده. چطوری؟ پت ساختیم به اسم سورس، گت فایلز داخلش گرفتیم و این گت فایلز نیم رو به من نشون میده. خب میام بر شما کپی کردن، دیلیت کردن یه فایل، ساختن یه پوشه و موف کردن تو این ویدیو همه رو با هم یه جا یاد میدم. چیکار میکنم؟ یه همچین کاری برای کردن ما چیکار میکنیم؟ میام اینجا میرسیم تو کپی، یعنی برای کپی کردن. خب برای کپی کردن ما چیکار میکنیم؟ میام اینجا میرسیم پات، یه اسمی رو میذاریم به تارگت و اونو مساوی قرار میدیم با پات گت. البته پت رو که ما نوشتیم یادتون باشه کنترل اسپیس رو بزنید که بالا اکس کتابخونهش بیفته. البته کتابخونه همش اینجاست، دقت کرده باشید. و این پت رو که نوشتیم تارگت رو دوباره می نویسیم و مساوی قرار میدیم با پت دات گت. البته پت سیات نره دات گت. و داخل این می نویسیم چی؟ فایلز. این بعد توی مک و ویندوز جفتش و هم دیگه عمل کنه، مهم نیست حالا مک دارید میخواید اینجوری بزنید بک اسلش یا فورورد اسلش رو اینجوری بزنید یا بک اسلش رو اینجوری بزنید، حتما اینجوری فورورد اسلش رو بزنید. بعد چیکار میکنیم؟ فایلز رو ببینیسیم اسمش نیو فایل، یه فایل جدید گفتیم میسازیم اسمش رو داریم txt. خب این فایل جدید رو میسازه ولی توش چی بریزه؟ اینجوری می‌ریزیم. نگاه کنید فایل رو می‌زنیم اینجا فایلز. خب کنترل اسپیس رو می‌زنیم به جاوا انای فایل، اینجا یه دونه کتابخونه به ما میده بالا. فایلز که نوشتیم دات کپی، می‌بینید سه تا به ما چیز میده، به اصطلاح آپشن میده. ما آپشن آخری رو می‌خوایم که چیکار می‌کنه؟ سورس رو می‌گیره و تارگت رو سورس رو می‌گیره، اسمش انتخاب میکنه و چیکار میکنه؟ هر چی داریم توش کپی میکنه. اینجا نوشته، توضیحاتش اینجا نوشته، اگه میخواید بخونید میتونید از اینجا تا اینجا همه رو تا آخر بخونید. من آخری قرار میدم سورس که گذاشته اب نداره، تارگت هم خودش گذاشته. به جای این آپشن من میتونم اینجوری هیچی نذارم، یا یعنی اینکه میتونم چیکار بکنم؟ به جای این ویرگول بزنم و بنویسم به اصطلاح استاندارد و کنترل اسپیس بزنم استاندارد کپی آپشن. داریم میبینید استاندارد کپی آپشن مال NIO هست، میدونید اینجا نوشته. میزنیم استاندارد کپی آپشن رو و دات رو که بزنیم یه دونه داریم به نام ریپلیس اگزیستینگ، یعنی ریپلیس کن، یعنی جایگزین کن اون نیرو که داریم. رو الان اگر من این رو ران بکنم نگاه بکنید چیکار میکنه. اینو من بیام روی فایل ریفرش بزنم، نگاه بکنید نیو فایل، یه فایل جدید رو ساخت، کپی هم کرد داخلش. خب این از این. حالا چیکار بکنیم که ما این رو میخوایم به اصطلاح دیلیت بکنیم؟ برای دیلیت کردن تو دیلیت، خب برای دیلیت کردن این کار رو میکنیم که دوباره میام اینجا پت رو مینویسیم. خب اسم متد رو میذاریم، اسم استریم پت رو میذاریم تو دیلیت و اون رو مساوی قرار میدیم با paths dot get و به جای این dot get اون مسیر رو مینویسیم. مسیر رو چی مینویسیم؟ مینویسیم files و backslash میزنیم و مینویسیم to. البته بعد یه فایلی رو ما بسازیم که بتونیم دیلیتش بکنیم. دیگه میام چیکار میکنم؟ لورم ایپسیوم رو کپی میکنم. البته چیکار میکنم؟ این رو همینجا command یا control C command یا control V پیست میشه. خب البته نگاه کنید کپی پست، میگم اوکی و میگه اسمشو چی بذارم؟ اسمشو میذارم to delete. خب to delete اوکی رو میزنم و یه to delete هم اینجا برای ما ساخت. خب files to delete رو میخواییم حالا پاک بکنیم. خب این فایل رو که انتخاب کردیم، مسیرش رو انتخاب کردیم، چجوری دیلیتش بکنیم؟ اینو باز بکنم که شما ببینید.
میام اینجا می نویسیم files dot delete به همین راحتی. خب و وقتی که delete رو نوشتیم path رو اینجا می نویسیم. path چیه؟ به اصطلاح این فایل هایی که ما داریم. البته ببخشید path اون چیزی هستش که ما اینجا ساختیم. نگاه بکنید to delete خودش هم داره میگه. اگر من کنترل اسپیس رو بزنم میبینید خودش داره میگه که به اصطلاح to delete رو بنویسید. نگاه کنید to delete این چیزی که این بالا ساختیم مسیر مثلا path رو که ساختم خودش گفته بود دیگه path. و اینجا بعدش اینکه پاک کرد sysout system out print line میکنیم میبینیم file is deleted. و الان من اگر اینو ران بکنم ببینید یه فایلی داریم به اسم to delete اینجا که پاکش میخواییم بکنیم. ران میکنیم و نوشتیم اینجا file is deleted. الان میام اینو اینجا refresh میکنیم بو refreshش کجاست؟ اینجاست. file رو میزنیم ببینید to delete دیگه نیست پاک شده. خب من این رو درست کردم. الان دیگه چیز دیگه نمیخوام دلیت بکنم که الان اگه ران بکنم ایرور خواهد داد میبینید چون دیگه این فایل رو نداریم که بخواد دلیت بکنه. میایم این رو میذاریم توی کامنت که بعدا هم ببینید. و بعد میام پایین چیکار میکنم؟ میام مینویسم برای ساختن پوشه جدید یا نیو دایرکتوری. میام مینویسم نیو دایرکتوری یا پوشه جدید. برای ساختن نیو دایرکتوری چیکار میکنم؟ اینو بزرگ میکنم که شما ببینید. یه مقداری هم اینو میندازم پایین که اینا بیاد بالا. من اینتر میزنم که اینا بیاد بالا این تعداد لاین ها زیاد شه. مینویسیم path اسم path رو میذاریم نیو دیر و اونو مساوی قرار میدیم با path dot get و این get رو که البته paths من هر موقع میخوام اینو بنویسم یادم میره path.get و داخل URI می‌نویسیم چی؟ یه فایل رو به اصطلاح یه پوشه رو میخوام درست بکنیم توی پوشه files. میخوام یه پوشه دیگه درست بکنیم. پوشه که میخوام توی پوشه files درست بکنیم اسمش هست new dir یعنی new directory. خب من این رو درست کردم. حالا چجوری باید ازش استفاده کنیم؟ می نویسیم files dot create directories create directory اینجا نه directories اینجا چند تا رو پوشه با هم سازیم. ما اینجا یه دونه می خواهیم پوشه درست کنیم. اولش رو می نویسیم حتی نوشه dir و attract. ما اینا رو نمی خواهیم. می خواهیم چیکار بکنیم؟ به جای اینا می نویسیم دایرکتوری که میخوای بسازی بنیزار نیو دیر یعنی ما از این بالایی میخوام استفاده کنیم. به هر حال خب من الان اینو ران میکنم میام توی این فایل ریفرش میکنم. نگاه بکنید یه برای ما دایرکتوری ساختش به نام نیو دیر. خب که الان هیچی توش نیست. حالا ما یه چیزی میخوایم توش موف کنیم. برای موف کردن چیکار بکنیم؟ میام اینجا کامنت میذارم to move. میام این پایین برای موف کردن ما چیکار میکنیم؟ مینویسیم دیگه path رو نمینویسیم. مینویسیم files dot move. خب و داخل این source کاری نداریم. میگیم چی رو موف کن؟ new dir رو موف کن یعنی این چیزی که ما ساختیم یعنی توی new dir موف کن. حالا چی رو موف کنم؟ البته بذارید من این رو option کاری نشه بشم. نیو دی رو بعدش دات رو میذارید ریزولف. خب بعد ریزولف که نوشتید مینویسید حتی بذارید یه ریزولف دیگه هم بود ریزولف پد. البته زیاد فرقی نداره ولی من سورس رو میخوام ببینم اینا چیه. این دوتا فرق شما چیه؟ پد آدر. خب من اولی رو میخوام. به جای این order میزنیم چی؟ source dot get file name. اسم فایل رو بگیر میگیم. اسم فایل از چی بگیر؟ حالا بهتون میگم چه اتفاقی افتاده. آخرش هم مینویسیم
استاندارد کنترل اسپیس کپی آپشن و دات ریپلیس اگزیستینگ همین راحتی و سمیکالون بزنیم. خب اینجا چه اتفاقی افتاده؟ بگیم فایل رو موف کن، خودش گفت از سورسش رو انتخاب کن. چه فایل رو موف کنم؟ تو کجا موف کنم؟ میگم توی نیو دیر. خب توی نیو دیر موف کن، ریزولف کن. بعد میگه چی؟ سورس دات فایل گت فایل نیم، یعنی اسم فایل رو بگیر و بعد چیکار بکن؟ این رو بنداز داخل استان، کپی کن داخلش. خب من اگر اینو الان ران بکنم خب ارور میده. برای چی؟ 25 نیو دیر. خب اروری که ما اینجا میگیریم چیه؟ میگه خط 25. خط 25 میگیم که ما create directory. خب در صورتی که ما directory رو داریم already، یعنی همینجوری ما new directory رو داریم و میخوایم اینجا چیکارش بکنیم؟ دوباره بسازیمش. خب اینجور در نمیاد که میام این رو منیولی دیلیت میکنیم. خب الان خودش یه پوشه میسازه و الان همون فایل رو میگیره به نام لورم ایپسوم این بالا میندازه داخل این دیکشنری. الان میبینید اجرا شد، ارور هم نداد. الان من اگر اینو ریفرش بزنم اینجا نگاه کنید نیو دایرکتوری ساخته میشه، لورم ایپسوم هم داخلشه که ما مووش کردیم. میبینید پس اینجا شما میتونید پوشش رو انتخاب که کردید اینجوری میتونید به این روش به اصطلاح مووش بدید و حرکتش بدید، ببریدش اونجا که دلتون میخواد. امیدوارم که از این برنامه استفاده کرده باشید و دایرکتوری ها رو فهمیده باشید چجوری میشه منیج کرد. فعلا.